שלום עליכם, בעזרת השם, ادامه میدیم بحث قبلی را در نویم هستیم کتاب ملخیم آله. تقریبا رسیدیم به پاسخهای آخر پرک خط. ما پاسخ سامخ دلت هستیم. ملخیم الف پرک خط پسوب سمخ دلف دست و چهار بفرماید بایوم هاهو، یعنی بعد از اینکه برخه کرد اون معامل افتتاح به تمیقداش را و مردم را برخه کرد تفیلا خون به درگاه هشم، بفرماید پسوب سمخ دلف بایوم هاهو قیده شملخ ات תוך החצר אשר לפני בית אדוני, כי עשה שם את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים, כי מזבח הנחושת אשר לפני אדוני קטון מהכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. דרעון רוז תקדיס כד, חודשה, מוהבתי דוחל حیات را که جلوی خانه هشم بود چجوری تقدیس کرد؟ که اومد اونجا انجام داد، اولا تقدیم کرد، یعنی قربانی اولا، و همچنین پیشکشی منخا، و همچنین تقدیم کرد اون پیها و چربیهای قربانی های شلمیم را، همه اینها را اومد اونجا تقدیم کرد. با این کارش اونجا را تقدیس کرد. چرا اونجا این کار کرد؟ باید این کار روی میزبه خنده خوشت میکرد، باید روی قربانگاه مسی درست میکرد. و چرا اومد این کار را اینا را آورد و توی به اصطلاح حیات جلوی بیت المقدس این کار کرد؟ میگه که میزبه خنده خوشت، چون قربانگاه مسی که جلوی سحن هشم بود قطن مهخیر تعالی و اتمین خواهد خیلو هشمی کوچکتر از این بود، کمتر از این بود مساحتش، از این که بخواد جا بگیره توش قربانی های اولا و قربانی های مینخا و قربانی های خیلو هشمی، چون جا نبود آورد توی محیط سحن به صلاح حیات جلوی به تمیقداش این کار کرد، اونجا رو تقدیم کرد. رسوق سمخ دلت رشی می فرماید ات توخ خطر، یعنی محبتی داخل حیات را، دواریم کیختوان، یه معنیش دقیقا همونی که نوشته شده دیوره ربی یهودا، ربی یهودا اینطور می فرماید ایدش ات ریتپت ازره بیقدوشت میزبیخ، یعنی اومد تقدیس کرد کف زمین ازره را تو بیت المقدس، همون قدوشایی که میزبیخ داره به زمین کف ازره هم داد، یعنی اونجا قدوشای میزبیخ را گره که بتونن چیکار کنن، لفتیر الها ریتپا، که بتونن به صلاحات تقدیم کنن روی ریپا و روی کف زمین، روی کف زمین ازارا هم بتونن تقدیم کنن، چون در اصل روی کف زمین ازارا نمیشه قربانی تقدیم کرد، مثل کف حیاته. پس چرا تونستن اینجا رو بکنن؟ چون اومد جان نبود رو میزویخ، از حالا کف زمین ازارا هم تقدیس کرد، قدوشه داد بهش، درست مثل قدوشه میزبیخ، که اگر اونجا یه بار جا نبود بتونن روی کف زمین ازارا هم تقدیم کنن و همون قدوشه اونجا داشته باشه. کی میزبیخ نخوشت، میزبیخ اولی میشه از تخت میزبیخ نخوشت، یه منظورش از قربانگاه مسی قربانگاهی بود که از سنگ درست شده بود که به جای قربانگاه مسی این را ساخته بودن،
و تون اخیر ات اولا و تمین تاک شهر هیربول حفید. چرا جنب بود؟ به خاطر این مردم خیلی قربانی آورده بودن، بیش از حد آورده بودن و همین دیگه قربانگاه جنب امر لو ربی یوسه و هلو کور نعمر الف. بله نه اونایی که باید سوخته میشه خب سوخ روندن، اونایی که باید مثلا به کوهنیما میدادن دست و پا و ایناشا به کوهنیم دادن، اونایی که میشد به مردم معمولی تقسیم کنن تقسیم کردن. امر لو ربی یوسه و هلو کور نعمر میگه قبلا نوشته بود توی پاسوخ الف اولود یعله شلومو الهمیز بیخ شهستا موشه موشهتا مگیه لخشبون اموت اون مینین اولود زشل اوانیم گدول میشل موشه. میگه بایتا ببینم یه حسابی میکنه تو گمارا، میگه تو الان داره میگی این میزبیخ اول اولی که درست کرد نسی بود و اونم موشه درست کرد، خب این یکی داری میگی این به جای اون درست کرد و اینو از سنگ درست کرد به جای اون مسیه درست کرد. میگه وقتی بیای حساب متراژش رو بکنی که اندازه چند در چند بود و اینها، میبینی که چی؟ این میزبیخ سنگی که درست کرد بزرگتر بود از مال موشه و نوشته شده که شلومو روی این میزبیخ 1000 تا اولا تقدیم کرد روی این میزبیخ. و وقتی حساب میکنیم میبینی که میزبیخ اوانیم بزرگتر از مال موشه بوده. چه میزبیخ؟ چرا؟ چه میزبیخ؟ حالا حساب میکنه برای چه میزبیخ موشه مکم معرختو امال اما اون میزبیخی که موشه درست کرده بود از مس بود، اون محل معرخاش اونجای که آتیش پوش درست میکردن اما الاما بود، یعنی تقریبا نیم متر در نیم متر. نیم متر چقدر؟ اینقدر از اینجا تا اینجا 48 سانت در 48 سانت. این بود که موشه درسته ورزه ایام مکو مرکتو، ولی این یکی که چرا ما درست کرد اندازش اسریم و اربر اسریم و اربر 24 اما در 24 اما بود، یعنی تقریبا 12 متر در 12 متر. خب نیم متر تا 12 متر چقدر فرشه؟ خیلی. و زه و آیا مکم عرقتو اسریم و اربر هر رشد شده ما همش مئوت شیف این و شش که شل موشه. می‌بینیم مال شلومو 576 بار بیشتر از مال موشه بود، درست کرده. امکن ماهو قیدش همه اتوخ خطر. پس اگه اینطوره یعنی چی که پادشاه اومد داخل حیات را تقدیس کرد؟ چه کوه با میزبه اخشل اوانیم مخوبر بریز پا اومد اونجا، نه که واقعا رو کف زمین، بخواد بگه اونجا توی پتر توی حیات هزارا اومد شلوم ملک یک قربانگاهی از سنگ درست کرد که سنگ ها متصل به زمین بودن. بعدش میگه کتا ناخیل ناخیل گفتیم جان میگیره خیلی کوچکتر بود به شل موشه هو عمر. یه وقتی که میخواد راجبه قربانگاهی که موشه درست کرد حرف بزنه تو پاسخ نوشته که ادم شامر لخبرو ننس پلانی و فصول لعوده در مورد، یعنی میخواد بگه چقدر مال میزبیخ موشه کوچیک بود. مثل آدمی که داره به دوستش میگه مثلا فلانی کوتوله و فصول واسه عوده تو بتم میشده. بله، یعنی میخواد بگه مال موشه تقریبا همین انقدی بود، اندازه این اسکندره بود مال موشه. ولی مال قربانگاهی که درست کرد شلومو 12 متر، یعنی 12 متر در 12 متر
اینقدر بزرگیش بود. به تمیز داشته به سلام موقتی درست کرده یه بیامون بیرم نه موشه یه تو بیامون هم پس اون بعدی سمخ تی و یه از شرمو باید هی که تحقاق به خود اسرائیل ایمو قهل گدول מלבו חמת עד נחל מצרים לפני אדוני אלוהינו שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום מפלמיית ועד נגע מפלמיית אנג'ם דוד שלמה در اون موقع تگ یعنی تگ درست کرد تگ کرد برای مردم تمام برای تمام مردم شلومو اونجا جشن درست کرد و تمام اسرائیل باهش بودن جمعیت بزرگی بودن از لبو خمات از مکانی به نام لبو خمات رود تا به اصطلاح رود مصر همه اینها در حضور هشم خدای خالقمون 7 روز و 7 روز 14 روز جشن گرفتن برای بتمیزش 14 روز جشن اعلام کرد تمام مردم از سرتاسر اسرائیل از همه جا اومده بودن. بله اینجا رشی ببینید رشی سمرخی میگه یعنی لبو خمات کجا بود؟ میگه از لبو خمات تا رود مصر کجا بود؟ یه لبو خمات شهی بیستونش ارز اسرائیل یک مکانی به اسم لبو خمات که در شمال اسرائیل و نخل مصرائیم کجاست؟ رودخانه مصر در جنوب اسرائیل میخواد بگه از شمال اسرائیل تا جنوب اسرائیل 14 روز تگ بود تاگی و بزن و بکوب و بخور و از نرخم اسرائیل به این که نگدو به دروما به اهل مسته میگه که پارشه اونجا پارشه مسته اومده که اینجا کجا خلاصه یعنی از شمال اسرائیل به جنوب اسرائیل همه سر تا سر اسرائیل را 14 روز چی؟ جشن اعلام کرد. شبعت یمیم الخینو 7 روز برای افتتاح بیت المقدس جشن گرفتن. به شبعت یمیم و 7 روز بعدش برای چی جشن گرفتن؟ خگ سوکوت. 7 روز بعدش هم جشن سوکات یعنی 7 روز برای افتتاح بیت المقدس 7 روز هم برای حج سوکات جشن گرفتن نیمتاش اخلو و شتو به یوم کیپوریم اگه حساب بکنی میشه روز کیپور تهنیت نگرفتن روز کیپور هم توی جشن بود خوردن و نوشیدن در روز کیپور یعنی چی بود؟ شما حساب کنید 7 روز سوکا و 7 روز قبلش بیافته تو کیپور یه تمام این 14 روز از جمله خود روز کیپور شادی کردن و خوردن و نوشیدن و کیپور بی کیپور نه بابا شلوم عمله نه که یادشون رفت شلوم عمله برای افتتاح به تمام دیگه چونه میبهد کرد خب اگر یه بار ازتون تو امتحان پرسیدن کدوم کیپور اسرائیل ها نگرفتن اینا این جوابش
در موقع افتتاح به مقدس به 14 روز جشن گرفتن. 7 روز اولش که کیپورم توشون بود برای افتتاح به مقدس، 7 روز بعدیش هم جشن برای خاک سوپر. بله؟ اگه حواستون باشه اگه روزی یه هوا ازتون یکی پرسید کجای اسرائیل ها کیپور را نگرفتن، شما جوابش رو بدین. سلام محمد، اولی از افتتاح بزنیم. بله، اصلا اون جشن اعلام بود. پاسوز بعدی سامخ واب گفتیم، سامخ واب می فرماید بیام شمینی، حالا در روز هشتم بیام شمینی که جشن ها تموم شد، یعنی آخر بعد از سکوت و اینها، شیلخ تعام مردم را فرستاد به سلامتی هر کس بره نخود نخود، هر که رود خانه خود. شیلخ تعام مردم را فرستاد و یوارخو تمیلخ مردم برخا کردن پادشاه را و یلخو لأهلهم و رفتن به چادر خیمه هاشون، سمخیم و توبلب شاد و دلشاد. سلام علیکم. چرا مردم همه شاد و خوشحال و خرم بودن؟ الکل توبه اشر اصد اونایل دوید عبدو، به خاطر تمام خوبی و نیکی که خداوند با داوید غلامش کرده بود اول اسرائیل امو و با قومش اسرائیل کرده بود. یعنی بعد از اینکه بیت المقدس را آباد کردن 14 روز جشن اعلام کرد، 14 روز زدن و کوبیدن و خوردن و نوشیدن و شادی، توش هم روز کیپور هم خوردن و نوشیدن و شادی هم کردن. روز کیپور هم تو بله داشتن، همه چی داشتن. کیپور رو باطل کرد سلام عامله اون روز، اون دفعه تو به افتخار برای جشن بتمیز داشت 7 روز افتتاح و بعدش هم 7 روز هم افتتاح. بعد که تموم شد همه خوش و خرم به هر کسی بسرا، هر کسی خودش این همه قربانی و این چیزا داشت و هر کسی سوغاتی و این هم ورداشت و رفت خونه شون، پادشاه هم برخواه کردن و همه شاد و دلخورم برگشتن خونه هاشون. همه شاد بودن از این که هشمید برخ آخر سر اون قولی را که به داوید و به اسرائیل داده بود انجام داده و آورده اینا را تو ارس اسرائیل و به تمیزداش را براشون آباد کرده. همه خوشحال و خندون رفتن خونه هاشون. دام اخوام راشی می فهمید بله؟ سامخ واب نه دیگه لازم نبود، خودش ما گفته بود، گفتن تو میگی ما قبولی او شش قبوله. بله؟ نه اون روز پاتور بودن، روز به خلاف مجوز داشتن. راشی سامخ واب میفرماید لداوید عبدو، میگه به خاطر اون خوبی که هشم به داوید غلامش کرده بود، میگه چه خوبی کرده بود به داوید که مردم خوشحال بودن. چه خوبی هشم به داوید کرده بود، مردم چرا خوشحال بودن از اینکه به داوید دیدن هشم به داوید خوش کرده، از اینکه دیدن به داوید غلامش خوبی کرده. چه خوبی، چه خوب با داوید که فوت کرده، چه خوبی به داوید کرده. اگه میخواد خوبی کنه خب باید در ایام داوید اینا بنا میکرد. پس بگو به شلومو نگو به داوید. چرا تو پاسخ میگه مردم خوشحال بودن از این خوبی که هشم به داوید غلامش کرده.
راشی میگه چه خوبی کرده به داوید؟ لداوید عبدو لهودی شمخل و عبونتاو که دیتا به ما اتکتن همون که براتون گفتیم، از این که در جلوی همه مردم هشم به تمام مردم اطلاع داد که محیلا کرده داوید را، از این مردم خوشحال شدن. این قضیه بچه و اینا دشمنای داوید اومده بودن میگفتن نه این آوان تو دستش بوده، خاصی شلامی آوان داشته اینا. بعد که اومدن گفتم اومدن با شادی و اینا تمام آوان و بریت را ببرن تو کودش قداشیم، یک دفعه تمام دروازه ها درست اندازه در اومد، نتونستن اینا رو ببرن تو. مثلا فرض کنیم مثلا اگه این اندازش مثلا طولش 5 تا بود، درم 5 تا بود، نمیشه که چیزی که 5 تا بود توی در 5 تا بود. یه دفعه دیدن دروازه ها 5 تا، این همه دقت کرده بودن یک دفعه اصلا مات موندن. که مردم شروع کردن اونجا پس کردن، دیدی این آوان داویده اینجا را درشم دیدش میکنه آبوش هم میبره اینا. شلو معامل خشی کفیلا خون خدایا به زخود من، به زخود این، به زخود اون. اینا که آخرش برگشت گفت به زخود داوید عبده خواه از تشهر تنه مشیحه خواه، به زخود پدرم داوید روی من را زمین ننداز. تا این را گفت دروازه ها رفتن بالا، دروازه باز شدن و این ارون رفت. یعنی همه مردم به چشم دیدن که از چه محیلا کرده داوید را. اگر نه به خاطر داوید زبانه می شد. میگه مردم خوشحال شدن از این که اینجا فهمیدن هشم به داوید غلامش خوبی کرده، از این که محیلاش کرده. لودیا که خبر داده هشم که مخل و عوانوتاو اونهاش را محیلا کرده. به شعاش بی اینه اینجا میگه به شعاش بی که شلمو لخنیس ارون لبیت کودش کودشی، در لحظه ای که خواست شلمو وارد کنه ارون را به کودش کودشی، در کوش عریم زه بازه دروازه هم هم چسبیدن را ندادن برسید که اونجا فسیلا میخونه و اینا باز میکنه. اینه که توی پسوره تیمی میکنیم او شهرین و شخیم از او پیپی علم، یعنی برید بالا ای دروازه ها از او پیپی علم و درای علم را باز کنید. میوزه ملخ کوا که پادشاه جاه و جلال وارد بشه، اصلا میگرخ بیا تو بر آره؟ داوید چند سالش نمیدونم ولی بیگه خود شده بود. من بعض حساب کنم بعض حساب خیلی نه خیلی نبود، خیلی وقتی نبود. این بعض حساب کنم ولی دقیقا آره؟ داوید بابا جان این دوستت چی میگیم؟ داوید گفت کرده بود این تا اینجا کجا بودیم؟ این درخش شد اینم گفتیم. میگه یکی برای اینکه به داوید خوبی کرده بود، بعدم یکی برای اینکه به اسرائیل ها خوبی کرده بود. هشم میگه رشی میگه اول اسرائیل اما و به اسرائیل قومش، به اسرائیل ها چه خوبی کرده بود هشم که اسرائیل ها شاد بودن. میگه شمخل لهم الاوان یوم کیپورین، که هشم محیلاشون کرده بود اوان روز کیپور را. ویدستا فتکول و امره، میگه اینا از یه ذره تای دلشون ناراحت بود بابا از چی باشه ما کیپور خورد خوردیم،
بالاخره شاید خواستشان شاید آقامی کرده باشیم، شاید به قول ایشون باید یه روز دیگه جبرانش بکنیم. یه از این که هشم اطلاع داد بهشون که روز کیپور هم که خوردن محیلاشون کرده، از این نان خوشحال شدن. یکی از قضیه داوود خوشحال شدن، یکی هم از این که فهمیدن روز کیپور هم واقعا هشم راضی بوده به اینا خوراک خوردن، از این هم خوشحال شدن. و مخصوصا وقتی که شنیدن دیدن که یک ندایی از شمایم در اومد و بهشون گفت کولخم موزمانیم لخیه هاولم هبا، همه تون دعوت هستید برای حیه اولم هبا. از این فهمیدن که دیگه هشم حتی روز کیپور هم که این خوراک خوردن محیلاش میکرده. واسه همین اسرائیل ها که برگشتن خونهشون شاد و دلخرم و خوشحال برگشتن. حالا میرسیم به پرق تت فصل نهم. میفرماید و یهی تیخلوت شنما לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. ותמם אשתיאגו סוכו זוכו שלמה ציבוד ואת המקדש האבטון. רוסה, אין תמם שוכו זוכו אבטון. יהיה ואחר שוב, בעד הזה כתמום כאב שלמה که بسازه خانه خدا و خانه پادشاه را و تمامش اون شوق و ذوقش به ما را انجام بده، اون چیزی که دلش میخواست بکنه انجام بده، اشیر خفت رسو که دلش میخواست بکنه کرد. وقتی تمام اینا تموم شد، پاسخ بعدی میگه و یرا ادونای ال شلما شنید کاشیر نیرای لاو به گیوان. مثلا آبا که از آسیا افتاد و همه برگشتن و تموم شد، یه ظاهر شد هشم به شلومو بار دوم، همونطوری که بهش ظاهر شده بود در گیوان. دوباره هشم حالا بهش دوباره ظاهر میشه. چی بهش میگه؟ پاسخ سوم و یومر ادونای لاو، می فرماید خداوند بهش به شلومو. بعد تو حالت نبوه بهش میگه، ظاهر میشه تو نبوه بهش میگه، یه شمعتی اتفیلت خواه. گفتی که اون روزی که افتتاح کرد شلومو ملک وایساد زانو زد جلوی شدن جلوی هشمی کارفتی به خمکداش و تفیلای خیلی بلند بالایی کن. اگه ایتون باشه خوندیم که تفیلای خوند در هشم. هشم میگه شمعتی تفیلت خواه و ات تحینت خواه شر ایتنن تلفنهی. شنیدم تفیلات را و اون التماست را که التماس کردی به حضور من. ایتدشتی ات بایت از ده شر بانیتا، تو از من خواستی که من اینجا نور شخینام را بیارم تو این خونه که به تمیش داشت و اینجا را مقدس کنم. پس من دارم بهت میگم یک دشتی من مقدس کردم این خونه را، این خونه که ساختی من مقدسش کردم. لسوم شمی شام اد اولم، چطور مقدسش کردم؟ اینطور که نام خودم را قرار بدم تو اونجا تا به ابد، تا همیشه. یعنی تا دنیا دنیا است دیگه، نام من تو این خونه است. به هیو اینایی و لیبی شام کل هیامین، دیگه خواهند بود چشمان من و قلب من اونجا تمام روزها. یعنی تمام دیگه تا دنیا دنیا است قلب و چشم من اونجا است. هشم میگه توی به تمیر داشت. حالا دیگه هر اینه که اخامی میگن گمارا نوشته لعولم لزرز شخینا میکتلم عربی، هیچ وقت از اون وقت لحظه که هشم نور شخیناش آورد تو بتمیداش
دیگه حتی به گالوت هم که رفتن اسرائیل ها نور شخینه از پای کتل معروی تکون نخورد. حتی دو بارم که این خونه ساخته شد و خراب شد ولی نور شخینه از پای کتل معروی تکون نخورد. هنوز کنوزم پای کتل معروی نور شخینه هست. نوشته تو گماره لعلام لوزازا هیچ وقت تکون نخورد نور شخینه از پای کتل معروی. اونجا دروازه تمام دنیا، تمام تسهیلات از تمام دنیا میان از اینجا میرن بالا. دروازه تمام تسهیلات های دنیا اینجا از بالای کتل معروی میره بالا. اینه که آدم خیلی زخوت بالای کتل معروی آدم تسهیلات بخونه، اونجا پای شخینه اونجاست، هیچ وقت از اونجا دیگه تکون نخور. از خود دیوار این چی خود از پای کتل معروی دیگه آنه منظور همون مکانه، اون مکانه. و این هم که میبینیم خراب نشده، یعنی دیوار ندبه سر خراب نشده، من به خاطر قول یکی از شم داوید داده بود. آره؟ چیزی که داوید ساخته بود مونده، یعنی این دیوار کتل معروی رو داوید ساخت، بقیه شما سنومو ساخت. بله الان میفرماید شماره گیمل راشی، راشی میفرماید هشه میگه چشمان و قلب من اونجاست دیگه، یعنی چی که تمیز داشت. و هایو اینای و لیبی ترگو میانتن میگه یعنی چی قلب و چشم من اونجاست. و تهی شخینتی شر یا به، منظورش اینه که شخینای من دیگه اونجا شارویه، یه شخینای من اونجاست همیشه. ایم رعوتی میت عبده، ایم رعوتی میت عبده، یعنی من متعی شخینتی شریبه، شخینای من اونجا شارویه، ایم رعوتی میت عبده، اگر رضایت من انجام بشه. یه اینای شام ایم لیبی و حفظی شام، اگر قلب و به اصطلاح رضایت من اونجا باشه من هم شخینام اونجا هست. البته این اینطور که اینجا نوشته طبق ترجمه یوناتان بن عوزیر، پس اینجا شرطی میشه، یعنی اگر رضایت من رو انجام بدن شخینای من هست، اگر نخواستم یعنی نیست. ولی توی گمارا آخر سر همون که خدمتون گفتم نوشته لعلام لو زازم، هیچ وقت تکون نخورد شخینا، تکون نخورده از پای کتل معروی. راشی میگه و هیو اینای و لیبی، این که میگه چشم و قلب من اونجاست، تیرگوم یونتن میگه و تهی شخینتی شر یبه، خواهد بود شخینای من اونجا شاروی میشه به شرط، شرط داره. ایم رعوتی میت ابدا، اگر رضایت من انجام بشه، اگه مورد رضایت من باشه شخینام رو میارم. یه ایمه ایشام چشمان من اونجا خواهد بود، ایم لیبی و خفتی شام، اگر میلم باشه، اگر بخوام، اگر قلبم باشه، رضایتم واقع بشه اونجا. نه ولی گمارا اینطور نمیگه. گمارا آخرش میگه فرق نداره، هر جور باشه نور شخینا تکون نمیخوره، این شخص هست پای همیشه هست. بله این که من الان اینجا خوندم تیرگوم یوناتان بن عوزیل ایشون اینجور میگه، ولی گمارا آخرتا میگه لعلام روز زرزر شخینا میکوتل معروی،
هیچ وقت تکون نخورده شخینا از پای تو داره مرم. فسوس بعدی فسوس زین. نه بخشه فسوس دل. تمام اینا رو الان داره هشمید برخ اومده تو مثلا نبوها داره به سلما میگه. یه صدای تکرار سال گوش کردم و تقدیس کردم این خونه را که سوستاستی و تا ابد دیگه شخینا نور شخینام را شروع کردم تو این خونه. دلت می فرماید و اتا این تلخ نفنی کاشر علخ دوید علیخا به توم لواو و بیوشه و اگر تو یعنی اسم داره به شما میگه اگر تو به اصطلاح سلوک کنی اگر رفتار کنی در حضور من همونطوری که رفتار کرد داوید پدرت با قلب اصطلاح صاف به توم لباب یعنی هرچی من میگفتم با من چونه نمیزد هرچی من میگفتم به توم لباب با دل پاک انجام میداد. یه مثلا فکر نمیکرد حالا من اینجوری بکنم نکنم تا من هرچی من میگفتم تمله واقع یعنی با یک دل صاف. اگر تو هم مثل پدرت با دل صاف به دنبال با چیزایی که من دستور میدم رفتار بکنی و بیوشر و با راستی با درستاری با صافی بری جلو لعصد که خلاشت تیویتی خواه که انجام بدی هر آن چه که من دستور میدم بهت بوکای و مشپتای تشمار قانونها و مشپتین و قوانین من را نگه داری. اگر این کار را بکنی بله راشی نداری. حالا پاسق بعدی ای اگر تمام این کار را انجام بدی و حقیموتی اتیسه ممرختخا علی اسرائیل علام من هم پابرجا میکنم کرسی سلطنتت را بر روی اسرائیل تا به ابد کاشر دیبرتی ال داوید اویخا لمر همونطور که به داوید پدرت من راجب داوید پدرت گفتم گفتم لوی کرت لخا ایش معل کیسه اسرائیل هیچ شخصی قطع نخواهد شد یعنی سلطنت از روی این کرسی سلطنت خاندان تو قطع نخواهد شد همیشه تو و نسل تو و بچه بچه ها تو همیتو تا به ابد از نسل تو همیتو خواهید موند. به بابات گفتم به تو هم دارم میگم اگر به راه من برید و با من مثلا راست و درست باشید من هم یک کاری میکنم که پادشاهی شما تا به ابد روی اسرائیل بمونه. و پسون بعدی ایم شوب تشوبون اتم اونخم مأخرای اگر پس شلوم برگردید شما و بچه هاتون از پشت من یعنی اگه پشت من رو خالی بکنید از رو برگردونید از من پس سلام پشت کنید به من برید به راه غیر از راه تورای من برید به لطیش مرو میسوتای حکوتای و نگه ندارید میسوهای من و قوانین من را اشن نتا تیلیف نخیم که در جلو شما گذاشتم و هلختیم و عوضتیم الوهیم اخریم و برید و عبادت کنید خدایان بیگانه را و هشتخویتم لهم و به اونها تعظیم بکنید. این اگر این کارا را بکنید چی؟ اگر این کارا را بکنید پاسخ بعدی زین و هشت سلام و هشتی ات اسرائیل معل فنه ها ادما اشن نتتی لهن پس و سلام قطع میکنم پس و سلام اسرائیل را از روی زمینی که دادم به اونها
بیت بیت شریق دست دیدش می و اون خونه ای که من تقدیس کردم برای نام خودم اشلخ نعل پنای میفرستمش بره از جلوی صورتم پسش هم تکش میکنم بره به حیا اسرائیل مشال و لشنینا به خل عمیم و اسرائیل ها میشن مزهکه و مثال دست تمام قوم ها. شما نگاه کنید الان مثلا تو فارسی هم هست حرف میخوام بزنم میگن ایراد بنی اسرائیلی میگیرید، یعنی شد مثال دست گویم ها. مثل جهودا هستم پول دارم خیلی هستی مثل جهودا جهودی مگه مثل جهودی مگه هشم میفرماید اگر خاصی شما این کار رو بکنید یک کاری میکنم که شما رو میفرستم این خونه هست که سختم میفرستم بره بعد شما رو یک کاری میکنم که شما بشید ضرب المثل تو دهن قوم ها و گویم ها. بله بله اونجا هم هست نخوام زین رشی می فرماید رشی زین نه از هر نه داره جلو جلو داره توی نبوآ میگه به شلومو یه بدون باش اگه به راه من بری و به تمام چیزان نیستوار انجام بدی منم دیگه کاری میکنم سلطنت از تو و بچه بچه ها قطع نشه همیشه بمون ولی اگر خواست به شلوم نه اگر اونوری برید و به راه من ندید و اینه منم اینجوری میکنم این داره بهش میگه اینطوری بکنی اینجوری میکنم اونجوری بکنی اینطوری میکنم میفرمونید رشی به طبعی تشیر دشتی دشمی خانه ای که تقدیس کردم برای نام خودم میگه تنایهو بینی و بینخن این شرطیه بین من و شما دارم شرط میذارم بین دید و این یعنی تا اینجا رو گفتم اگه برای من برید این خوبی ها رو میکنم و این رو تشمهو و اگر گوش نکنید من مرشم توی بایگرا چی نوشته؟ حسن سلام نوشته ورشیموتیت میقدشخم یعنی ویرانه میکنم میقدشتون را بکنی میکنم خراب بشه و شما را یک کاری میکنم بشید مثل دهن گویم ها و لیشنینا یعنی چی لیشنینا؟ شنینا یعنی مثال ضرب المثل که ترگم ولی شبعاتی یه سپروه تر رعوت اباوت علاو ویت لعگو بو یعنی گویم ها شروع میکنن خاصه شلوم اون مصیبت ها و اون بدبختی هایی که سر اسرائیل اومده و میگن و میخندن این میگن و میخندن آره این اونجوری بله یعنی نه که دل نمیسوزونن اون چیزایی که بر سر اسرائیل اومده را میگن و تازه میخندن یه آره اینجوری شد ها 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 میخندن که ما ویسپر و اشتعه از حضرت دستور زمانی در توضیح میشه ولشون شنینا افو لشون دیبور دیختی و شینانتم دوانه پاسخ بعدی پاسخ خط فرماید و بیت از یهیه الیون این خونه مکام نب یعنی فصل شنام کار... تمام این داره در ادامهش میده یعنی فصل شنام اگر یک کاری کنید که این خونه رو من خراب کنم بعد چی کار میکنم؟ رحبه تازه یه الیون این مکان این خونه این خونه ای که الیون بود این خونه ای که در مقام بالا قرار داشت و مهم بود خراب میشه و اون موقع پل اوور علاو یشم و شرق هر کسی که از کنار این خونه رد میشه
اصلا حیرون میمونه و سوت میکشه. و امرو و گویم ها و هم دیگه میگن علمه اصلا از اونای کاخا، خدا واسه چی هم چی کاری کرد؟ غضب کرده به اینا، غضب کرده این خونه را اینطور خراب کرد، خدا چی کاری کرد؟ چرا اینجوری کرده؟ لعاره تزاد و لبای تزه به این سرزمین و به این خونه چرا اینطور کردشه؟ یه خواهم گفت گویم ها از چیزی میگم. رشی خد می فرماید رهبایت از یه الیون می فرماید داری توضیح میده یعنی چی الیون؟ یعنی کل زمان. ببینید رشی میگه کل زمان، الیون یعنی بالا. یه کل زمان شلو خطاتم، میگه تا وقتی که خطا نکنید این خونه مقامش بالا. اون میشه تخته او و از وقتی که خطا بکنید کل اوور علاو یشوم و یشروک، هر کس از کنارش رد بشه شروع میکنه به صلاح حیرون و حاج و واج میمونه و شروع میکنه توت میکشه. توت کشیدن و وای عجب چی شده اینجا؟ و خیلی زد رو به دیورای امیم، همچنین در کتاب دیورای امیم هم اینطور نوشته و بایی تزه اشیر هیا الیان، این خونه ای که در مقام بالا بود، حالا دیگه هر کسی که کل اوور علام، هر کسی از پنشت میشه به صلاح سوت میکشه و این چیزا میشه. و کو پیترانا بانه و خوب پیترانام، یه معنیش اینه و بایت از ویشر های الیان من نورا افل عبده کخوی، این خونهی که مقامش بالا و بسیار سهمناک بود حتی واسه یه گویم های بودپرست که ما شه امر لمعلا، همونطور که بالا گفت، بالا وقتی که داشت به فیلم میخون شده معامله برگشتی گفت، گفت به هشم بگم الى نخلی اشر لوم عمیخا، حتی گویم هم که از قومتو نباشه اگه بیاد اینجا تفیلا بخونه تفیلاش قبول کن. اینه خوندیم بالا خوندیم و اخشاب یه این خونه که همچین مقامی داره که حتی گویم هم میومد تفیلا میخون هشم که مقامی داره که هشم قبول میکن. حالا دیگه به قربانو، حالا که خراب شده کلا اوور علاو، هر کسی که دیگه رد بشه از کنارش اف اوود کخویم، حتی گویم بودپرس هم یا شوم و یشروب دیگه به صلاح حیرون میمونه و توت میکشه. و یومر و برمیگردیم که معلومه چرا دیگه گویم و گویمش دیگه میفهمه چرا این خونه اینجور شده. یه خط او که خط او شد اسرائیل گره، همه میفهمن که خطای اسرائیل باعث این شده. یشوم یعنی چه؟ یشوم یعنی یتمه، یعنی هاج و واج میمونه، حیرون میمونه. ما و شم ما علیه ایوهم الیومانیش ما اخرانیم بله. و شرک یعنی چی؟ توفینی و خیلی دیرخ کل روی قربان پیت اون بیشوک. یه معمولا هر کسی که یه چیز خراب یه دفعه میبینه ناخودآگاه سوت میزنه. اینم مردم اینجور خواهند، یعنی خرابیه خونه شما میبینه که اینطور خراب کنه، یه از بس کلش سوت میکشه این هم سوت میزنه. بعد تیفن گفتیم تیف پسونه تیف و امرو میگه تمام گویم ها که میبینن اینا و دیگه واقعا هاج و واج و مبهوت میمونن و
و امرو خود گویما برمیگردن چی میگن؟ میگن الاشیر از روحت ادونای الوهه هم. همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ترک کردن خدای خالقشون را. الاشیر حتیت ابوتم ایرت میسرهیم که پدرانشون را از سرزمین مصر خارج کرده و یخزیکو به الوهیم اخریم و رفتن خداهای بیگانه گرفتن برای خودش. واسه همینه که خداشون این کار کرده واسه شون و اشتخبو لهم و یعبدون. اینا رفتن تعظیم کردن به اون بتها و اونها را پرستش کردن. الکن هدیت و میالهم. بنابراین خدا بر سرش اینا آورده اتکل مرعا هزور. تمام این بدی را برشون آورده چون اینا ترک کردن. پسوق بعدی یود میگه و ایهی میخته اسریم شنه اشر بنه شلومو. خب تا اینجا چی بود؟ نبوایی بود که هشم اومد به شلومو داد. حالا تعریف بزنه پسوق میگه و ایهی میخته اسریم شنه، یعنی 20 سال گذشت. اشر بنا شلومو ات شنه ابتیم. از وقتی که شلومو دو تا خونه را ساخت. کدوم دو تا خونه؟ شلومو دو تا خونه را ساخت. بله؟ دو تا خونه دو تا معروفی خونه است؟ هتل معلوی که خونه نیست. هتل معلوی دیوار غربیه بیت المقدس. یه خونه هست. ببینم شما چند تا خونه تا؟ یکی. پس اینجا چرا میگه 20 سال گذشت از وقتی که شما دو تا خونه را ساخت. خودش ازش ادامه میده میگه دو تا خونه. ات بیت ادونای و ات بیت همیله. خونه خدا و خونه پادشاه. دو تا خونه که ساخت خونه خدای که به تعمیر داشته، خونه پادشاه قصد داشته، قصد خودش. بله؟ بابا مگه میرفت شبا برخواه به تعمیر داشت میخواهی؟ خونه مگه نداشت؟ قصد شلامای قصد داشت، یه راهروی مخصوص داشت، یه راهروی مخصوص داشت. از برای من دقیقه نمیدونم از کجاست، ولی میاره نزدیک چیز بوده، نزدیک به تمک داشت بوده. یه راهروی مخصوص داشت که فقط از اون راهروی از کسیش به تمک داشت. بله؟ حالا خونه داوید آیا همونجا بوده؟ اینا بیشتری هم همون بوده، ولی این میگه خونه یه پادشاه را ساخت. این به حساب من شاید یه چیکوتین کرده توی شاید یه چیزی اضافه کرده دیگه، من دقیقا نمیدونم. میگه بعد از این نه بسته بود اینا فکرم تو حفاری هست و حفاری ها که میکنن از زیر زمین و اینا بابا آدم این تمام این چیزا آدم نکه رفت زیر زمین. هزاران سال گذشته، تقریبا 2000 خورده سال گذشته، اما اینا به تدریج اینا گرد و خاک و اینا اومده روش و روی اینها شده یه سلامی را ساختن. الان تو حفاری هایی که میکنن این چیزی الان شما چرا میگن حفاری ها؟ حفاری یعنی چی؟ یعنی میکنن اونجایی که شما نگاه کنید اینجا وایسید، مثلا اینجا کوتنه معرویه. شما اگه اون روبرو کوه روبرو رو نگاه کنید، یک از تمام کوه ها کندنش یه عالم چیزایی به شهر داوید بده کردن. بهش میگن ایر داوید، شهر داوید. هرچیه اونجا ها باید میکنه این اون حفاری همه. یه تعدادش ها پیدا کردن، بازسازیش کردن، درستش کردن،
ستونها را میبینید، چیزها را میبینید، ولی همه اینا به مرور زمان پوشونده شده و اینی که الان ما داریم زندگی میکنیم ما روی اونها ما شخص داریم. حالا تو حفاری ها دارن اونها یواش یواش میدنن کنار، دارن کشف کنن. نه به تنگاز سوم با خطور هست فقط میاد همین جای به تنگاز میشینه در جای خودش نه زلزله میاد چی میاد اون طرف ها وام میشه نشته شکاف میکنه ازش روزخونه در میاد روزخونه میاد تا تلویز اینقدر چیزه که از میخونیم توی چیز میخونیم نصفش میره طرف دریای اینوری نصفش میره اونوری بینا و حکما و بله بله بیشتر نگفتم بیشتر من گفتم بیشتر 2000 رو خورده ایستم گفتم بیشتر بله یک دقیقه دیگه من نه هر نقطه ماده هست استاد تشریف آوردن میگه یود خوندیم رشی 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 یود افریم شنه میگه چه وشنیم به بیت هشم یعنی 7 سال برای خونه هشم بیت بیتو 13 سنه و خونه خودش 13 سال یه 7 سال طول کشید که به تمیزاش را بسازه و 13 سال هم طول کشید خونه خودش را بسازه که مشمول به معلم تو که بالا گفتید دوست هاشم هر چی دوستر به تمیزاش سوم آباد میشه یرو انینو اسمخ لیبنو